امیدوارم که حالتون خوب باشه در جلسه اول و درس اول در خدمت شما هستم در این درس قراره که مروری به مباحث سالهای گذشته داشته باشیم ابتدا درس رو برای شما میخونم ترجمه میکنم همونطور که در بحث مشاوره گفتم به تلفظ صحیح کلمات آشنا بشید با واژگان جدید در لابلای متن درس آشنا میشیم و بعد قواعدش درس میدم بریم که ببینیم موضوع از چه قراره خب درس اول یک شعر هست از یکی از شاعران به نام از عراق انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النظرة میگه به آن درخت نگاه کن که صاحب و دارای شاخ و برگ تر و تازه هستند کیف نمت من حبت و کیف صارت شجره چگونه از یک دانه نمت بچه ها از نموف اومده رشد و نموف چگونه نموف کرده رشد کرده از یک حبه و کیف سارت چجره و چگونه درختی شده است خب در بیت اول ذات یعنی دارای الغسون که جمع غسن هست به معنی شاخ و برگ ان به معنی تر و تازه جزء واژگان جدید این درس ما هستند همینطور که میبینید واژگان رو با رنگ دیگه خدمتون نشون دادیم بریم سراغ بیت سوم فبحث و قول من ذا الذی یخرج من الثمر میگه و ابحث یعنی بحث کن یعنی منظور کاوش کن و قل فی الامر و بگو من ذا الذی این زایی که اینجا اومده در واقع همون هازا بوده من ذا الذی کیست این کسی که یخرج من هثمر میوه را از آن خارج میکند بچا نکته مهم بعدها راجع خیلی صحبت خواهیم کرد یخرج خارج می شود یخرج خارج می کند در درس های آینده راجبش صحبت خواهیم کرد به این توجه کنید وانظر الی الشمس التي جذوتها مستعره و نگاه کن به خورشیدی که جذوتها مستعره اون شعلش اون پاره آتشش مستعره فروزان است جذوتها و مستعره لغات جدید هستن فیها ضیاء و بها حرارت منتشره میگه در آن نور است و در آن حرارتی منتشر ضیاء بچه ها به معنی روشنایی است به معنی نور هست و مستر ضوء به معنی نور یا چراغ هست من ذا الذي اوجدها في الجو مثل الشجره یه چه کسی اون رو ایجاد کرده در جوی مانند پاره ای آتش شراره از همون شراره میاد که ما در فارسی هم ازش استفاده میکنیم شرر که هو الله الذي انعمه همیره آن همان خدایی است که نعمت او گسترده است ذو حکمت بالغه و قدرت مقتدره میگه صاحب یک حکمت فراوان و بالغ است و یک قدرت با اقتدار و مقتدر انظر الى فمن اوجد فيه قمره انظر یعنی چی آفرین نگاه کن به شب پس چه کسی به وجود آورده در اون قمر قمر این چی؟ ماه ماهش را به وجود آورده زانهو به انجمن کل دورل منتشره زانه از زیانمیات یعنی زینت دادن و اون رو زینت داد به انجمن انجم جمع نجم به منی ستاره و و اونها رو و اون رو زانه و یعنی آن را منظورش که منظورش آسمان هستیه و آن رو با ستاره های کل دور همچون دور دور این چی دور یعنی یعنی در واقع اینجا اومده ستاره رو به یک دور و یک گوهر تشبیه کرده اونها رو با یک گوهر منتشر چیکار کرده هایی که منتشر شدن در آسمان اونها رو زینت داده وندر الالغیمی فمن انزل منه مطر و نگاه کن به غیم غیم به معنی چیه؟ ابر ما در ساله گذشته خونده بیم صحاب اون هم یعنی ابر پس غیم مترادف صحاب هست و نگاه کن به ابر و چه کسی پس چه کسی انزل نازل کرده از آن بارانش را انزله این یکی کنید نزله پایین آمد انزل پایین آورد نزل نازل شد انزل نازل کرد اینا از هم مطالبی که بسیار عالی و در درس های آینده و نه در این درس راجبش صحبت خواهیم کرد فسیر الارض بها بعد غبرار خضیره سیره از ساره یعنی گرداند و زمین را با آن گرداند چی گرداند؟ خضر سرسبز بعد غبرار بعد از یک گرد و غباری منظورش اینه که این بادهایی که میاد و این بارانی که از ابرها میاد من الغیم اینها یه گرد و غباری ولی در نهایت زمین رو سرسبز میکنند وانظر الى المرء وقل من شق فیه بصره و به انسان نگاه کن و بگو چه کسی شق شق یعنی, یعنی شکاف دادن چی کسی چشم را در آن شکاف داده یعنی منظورش چشم ها رو گذاشته من ذلذی جهزه به قوت مفتکره میگه چه کسی اون را مجهز کرده به یک توان و یک نیروی مفتکره با فکر و با اندیشه ذکه هو الله الذي انعمه منهمره او همان خدایی است که نعمتهایش فراوان و گسترده است من دوست دارم این شعر رو یک بار دیگه براتون فقط بخونم و شما با تلفظش آشنا بشید پس از اول انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النظرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجره فابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمره يخرج منها الثمره وانظر الى الشمس التي جذوتها مستعره فيها ضياء وبها حراره منتشره من ذا الذي اوجدها في الجو مثل الشرر ذاك هو الله الذي انعمه منهمره ذو حكمه بالغه وقدره مقتدره انظر الى الليل فمن اوجد فيه قمره وزانه بانجم كالدرر المنتشره وانظر الى الغيم فمن انزل منه مطره فسير الارض بها بعد اغبرار خضره وانظر الى المرء وقل من شق فيه مسره من ذا الذي جهزه بقوة مفتكرة ذاك هو الله الذي أنعمه منحمرة بس يا شرق عشان بود التعارف في مطار النجف الأشرف يعني أشنايد باختيار دار فرود نجف أشرف یک دار در از زائر مرقد النبي عليه السلام میگه و احد الموظفين في قاعه المطار نيكياس كارمند در سالون السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته صباح الخير يا اخي صباح النور والسرور كيف حالك انا بخير وكيف انت بخير والحمد لله عفوا من اين انت أنا من جمهورية الإسلامية الإيرانية. ما اسمك الكريم؟ اسمي حسين، وما اسمك الكريم؟ اسمي عبد الرحمن. هل سافرت إلى إيران حتى الآن؟ لا مع الأسف، لكني أحب أن أسافر. إن شاء الله تسافر إلى إيران. إن شاء الله. إلى اللقاء مع السلامة. في أمان الله. في أمان الله وحفظه. یا حبیبی یه بار با هم این رو ترجمه کنیم خب اینجا گفته سلام علیکم و گفته و علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو صبح یا اخی دو ای برادرم صبح تو بخیر اون گفته صبح نور و سرور یعنی صبح, صبح شما هم بخیر که اصطلاحی که عرب به کار در پاسخ صبح الخیر کیف حلوکه؟ حال تو چطور است؟ انا بخیر و کیف انت من خوبم و تو چطوری بخیرین و لله و خوبم خدا رو شکر عفوا من این انت ببخشید تو از کجا هستی؟ انا من جمهوریت الاسلامیت الایرانی من از جمهوری اسلامی ایران هستم من اسم کل کریم اسم تو چیه؟ اسم گرامی تو چیه؟ میگه اسم حسینون و من اسم کل کریم اسم من حسین است و اسم گرامی تو چیست؟ اسمی عبد الرحمن اسمم عبد الرحمن است هل سفرت الى ایران حتی الان؟ آیا تا به حال به ایران سفر کرده ای؟ لا مع نه متاسفانه لکنی احب ان اسافر ولی دوست دارم که سفر کنم ان شاء الله تو سفر و ایران ان به ایران سفر خواهی کرد و سفر بکنی ان شاء الله الی مع السلامه دو امید دیدار الی اللقاء مع السلامه, السلامة. خداحافظ یا به سلامت فی امان الله خداحافظ فی امان الله خداحافظ و حفظه یا حبیبی یعنی در پناه در امان خدا باشی یعنی خدا تو رو حفظ کنه و یا حبیبی یعنی ای عزیزم و اما قواعد دوستان میخوایم راجع به فعل از لحاظ زمان با همدیگه صحبت کنیم در تمام زبانهای دنیا فعل از لحاظ زمان تقسیم میشه به گذشته حال و آینده در زبان انگلیسی میدون میشه past, پرزنت فیوچر به عربی چی میشه؟ به عربی میشه مازی مزار مستقبل اینها رو شما در سالهای گذشته آموختید و یاد گرفتید یعنی فعل مازی رو در پایه هفتم و فعل مزاره در پایه هشتم یاد گرفتید و ما میخوایم اینجا مرور کنیم همونطوری که میدونید این پایه زبان عربی است خب فعل مازی چجوری ساخته میشید؟ دوستان دقت داشته باشید فعل مازی ساخته شده از سه حرف اصلی فعل میدونید که غالبا فعل ها در زبان عربی دارای سه حرف اصلی هستن که بهشون میگن فاول فعل، این الفعل و لام الفعل در فعل مازی این سه حرف اصلی بهشون یه زمیر میچسبه مثل توم مثل ذهب نه مثل لعب نه همینطور که بینید سرفسی این جلسه است و یه زمیر توم بهش چسبیده شبیه شناسه زبان فارسی اما فعل مزارع چطور ساخته میشه فعل مزارع درسته که این سرفصلی ریشه اصلی اون فعل رو تشکیل میده قبل از اون یه سری حروف میاد به نام حروف مزارعه یا حروف اتینه که یا ت همز و نون هستن و بعدش هم اون زمیره میاد یعنی انگار به اون فعل مازی یه سری حروف به نام حروف مزارعه اضافه میشه مثالش نا کنید تجلسونه این ت بوده که حرف مزارعه ماست جلسه سه حرف اصلی مونه و واف که اینجا زمیره مونه نزهبو حرف مزارعه زمیر نداریم بله در برخی از فعل های مازی و مزاره ما زمیری متصل نداریم اون زمیر در واقع پنهان هست زمیره هست ولی پنهان هست ما بهش میگیم زمیر مستطر و یلعب نه همینطور که میبینید حرف مزاره یه رو داره و نون که در واقع زمیرشه بچه دقت داشته باشید میخوام یک نکته خیلی جالب خدمتون بگم این حروفی که در ابتدای حروف فعلای مزاره میاد بهشون میگن حروف مزارعه حروف مزارعه یه ت و همزه اونون هستند یادتون باشه اگر فعل مزارعی در ابتدای خودش حرف یا داشت حتما اون فعل غایبه اگه ت داشت میتونه غایب یا مخاطب باشه چون دوتا از سیغه های غایب ت دارن در ابتدای خودشون اما اگه ا داشت مال انعیت باشه انا افعلو اگه نون داشت مال نحنوه نحنو نفعلو حالا که بریم با همدیگه این جدول ها رو صرف کنیم متوجه داستان میشید که از چه قرار هست خب ما میخوایم با اول شخص مفرد و دوم شخص یعنی من و تو آشنا بشیم اولا که یادتون باشه که به اول شخص میگن متکلم وحده و برای دوم شخص مفرد میگن تو که مفرد مذکر مخاطب و مفرد مؤنث مخاطب است انا فعل از فعل تو فعل مضارعش افعلو یه دون باشه فعل تو افعلو انت فعلت تفعلو انتی فعلتی تفعلی نه اینجا هم که در دو ستون امر و نهی روی ما یاد گرفتیم برای سیغه های مخاطب یا دوم شخص اینجا براتون میگم انت افعل این تو انجام بده انت لا انت تفعل تو انجام نده افعلی انجام بده لا تفعلی انجام نده پس به ترتیب انت فعلت انجام دادی تفعل و انجام میدهی افعل انجام بده و لا تفعل انجام نده ترجمه این پایینم همینطوره چون ما در زبان فارسی مذکر مؤنث نداریم و هر جفتشون یکسان هستن بریم سراغ سوم شخص مفرد یعنی او که هو مفرد مذکر غایب هست و هیه مفرد مهندس غایب هو او انجام داد هو یا فعل او انجام میدهد هیه فعلت او انجام داد هیه تفعل او انجام میدهد دقت ده داشته باشید این تی ای که اینجا در فعلت هست زمیر نیست بلکه نشانه مهندس بودنه و اما اول شخص جمع یا متکلم غیر که ماه که دیگه مذکر و مهندس نداره برای مذکر و مهندس نه به کار میره بنای مصنم همینطور نحنو فعلنا نحنو نفعل. ما انجام دادیم ما انجام میدهیم و اما دوم شخص جمع که معادل زمینه شما در زبان فارسیه که انتم جمع مذکر مخاطبه انتون جمع مهنس مخاطبه انتوما که اگر نگاه کنید برای مذکر و مهنس یکسانه که مصنای مذکر مخاطب و مصنای مهنس مخاطب است انتم فعلتم شما انجام دادید انتم تفعلونه شما انجام می دهید افعلو انجام دهید و لا تفعلو انجام ندهید انتون نه یعنی شما انجام دادید انتون نه تفعل شما انجام می دهید افعل نه انجام بدهید و لا تفعل انجام ندهید انتما همطور که نگاه می کنید یک سانه پس من یکیشو براتون می خونم انتما فعلتما شما انجام دادید تفعلانه انجام میدهید افعلا انجام بدهید و لا تفعلا انجام ندهید اگر نگاه کنید چون ما در زبان فارسی مصنا نداریم چون در زبان فارسی مذکر و معنس لحاظ نمیشه این چهار فعلی که در هر ستون هستن همشون یکسان ترجمه میشن یعنی فعلتم و فعلتونا و فعلتما و فعلتما همشون میشن چی انجام دادید اما سوم شخص جمع که معادل ایشان است بچه ها اینجا جمع مذکر غایبه هم نه جمع معنس غایبه هما مصنای غایبه و هما هم باز است اولیق مذکر دومی معنس هم فعلو آنها انجام دادند هم یا یفعلون آنها انجام میدهند هن نفعلن آنها انجام دادند هن نیفعلن آنها, آنها انجام میدهند هما این دفعه دیگه مذکر معنسش فرق داره هما فعلا انجام دادن هما یفعلانه آنها انجام یا ایشان انجام میدهند هما فعلتا هما تفعلانه آنها انجام دادند یا ایشان انجام دادند ایشان انجام میدهند اگه قاطی میکونه یاد باشه معنسها ته دارن فعلتا تفعلانه ها ته دارن این یاد باشه و این هم جدول اون هست راجع به فعل امر میخوایم با همین مقدار صحبت کنیم فعل امر و فعل نه چی ساخته میشد خب فعل امر که همون فعل دستوری زبان فارسیه مثل برو بخور و الاخر چطوری ساخته میشه من براتون میگم که این چجوری ساخته میشه گرچه ساخته اون مورد سوال قرار نباید بگیره یعنی نباید به شما بگن که آقا این فعل امرش چی میشه این فعل نهیش چی میشه اما از شما بپرسن که آقا فعل امر رو مشخص کنید فعل نهی رو مشخص کنید و شما باید با این آشنا باشید وقتی ساختار اون رو یاد میگیرید یه یعنی مقدار راحت تر میتونید اون رو چیکار کنین یاد بگیرید بریم ببینیم با همدیگه چطوری فعل های امر رو میسازن خب ما میخوایم فعل امر رو برای شما در سه فعل مضارع بسازیم اولیش هست تفعل دومی مثلا برای تفعلانه و این رو برای تفعل نبسازیم یعنی این مفرده این این جمعه البته جمع پایانی همینطور که میبینید مؤنث. فعل مزاره بعضی اوقات در آخر خودش یه زمه داره بعضی اوقات این زمه تبدیل به یه نون میشه که این نشانی اون زمه هست بعضی آقا هم مثل این سیغهی ای که اینجا هست نشانه ای از اون زمه نیست بچه ها، این نونی که اینجا هست این نون زمیر ماست این مدل همین الفیه که اینجاست که نشانه زمیر ماست بازم میگم این چیزی که دارم الان بهتون میگم خارج از هیته کتاب درسی این برای یادگیری بهتر شماست بعضی وقت از من میپرسن که این فعل هم چه جوری ساخته میشه من میخوام اینو به شما یاد بدم میگم خب اگه تفعلو باشه شما ابتدا باید حرف مضارع رو حذف کنی و به فعل یه همزه اضافه کنی و در نهایت فعل رو ساکن کنی میشه افعل اگه تفعلانه باشه دوباره حرف مضارع رو باید حذف کنی یه همزه بذاری و وقتی بخوای فعل ساکن کنی دیگه این دفعه نون رو حذف میکنی در تفعل نه بعد از اینکه حرف مزار حذف کردی و یه همزه گذاشتی دیگه هیچ اتفاقی نمیفته یعنی این نونه حذف نمیشه برای که این نونه دیگه شناسی شناسه فعله افعل انجام بده افعلا و افعل نه انجام بدهید پس فرق فعل مزارع و فعل امر در اینه که دیگه فعل امر با حروف مزارعه اتعین شروع نمیشه و معمولا با همزه شروع میشه و فعل مزارع در بعضی جاها ساکن داره و بعضی جاها نونش میفته این تفاوتش شما باید یاد بگیرید اما الان میخوایم بریم سراغ فعل نهی یعنی دستوری منفی یعنی انجام نده انجام ندهید ببینیم این چطور ساخته میشه خب فعلمون هست، همون سه تا رو می نویستم. تفعلو، یعنی انت تفعلو تو انجام می دهید، ما تفعلانه، شما انجام می دهید و انتو نه شما انجام می دهید. برای ساختن فعل, ا... فعل نهی که همون دستوری منفیه، خیلی کارمون راحت تره. چرا؟ کافیه به اول هر فعل، یک لا اضافه کنیم چی اضافه کنیم بچه ها؟ لا 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 بعد فعلمون رو در نهایت مجزون کنیم یعنی آخرش رو ساکن کنیم پس این لا تفعل میشه لا تفعل این یکی دوباره نونه هز میشه لا تفعلا این میشه چی؟ لا تفعل نه بازم همون اتفاق افتاد اینجا زمه تبیر به ساکن شد اینجا نون حذف شد پس بچه ها شما اینو باید بدونید که فعل مزاره و فعل نه چه تفاوتی داره فعل نه اولش لاه و آخرش یا ساکنه یا نون حذف شده البته در سیغه انتون اتفاق خاصی نمیفته اینو قاطی نکنیم با فعل نفی یه فعلا ما داریم فعل نفی بچه ها فعل نفی چی جوریه؟ لا به اضافه مزارعه یعنی میشه لا تفعلو این میشه لا تفعلانه این میشه لا تفعلنه نه به چون نکته قشنگی بخواییم برسیم ما لا تفعل انجام نده لا تفعلو انجام نمیدهی لا تفعلا انجام ندهید لا تفعلانه انجام نمیدهید لا تفعلنه انجام ندهید لا تفعل انجام نمیدهید خب چه اتفاقی افتاد؟ بچه در انتون نهی و نفی یک و تو فقط از سوی جمله باید بفهمی که کجا این نفیه کجا این نهیه اما در اینجا نگاه کنید تفعلا و تفعلانه لا تفعلانه لا تفعلا لا تفعلانه فعل نهی مجزوم شده نون خودش رو از دست داده اما نفی مجزوم نمیشه و نونش وجود داره پس به تفاوت های نف و نهی هم توجه داشته باشید این هم از درس امروزمون و ما فعل ها رو دیگه تعوم کردیم سیغه رو هم گفتیم نکات مهمی راجب به ساختن فعل امر و فعل نهی هم گفتیم یه سری مطالب جانبی هم هست مثل اسمای اشاره مثل کلمات ورسیش اینها که اونها رو دیگه به نظرم بلدید و نمیخواد زیاد روی رو وقت بذاریم چون خیلی مطلب ساده هستن الان ازتون میخواییم که برید تمرین های درس اول رو حل کنین در جلسه بعدی من برخی از این تمرین ها رو برای شما حل میکنم ببینیم با هم چک کنیم که درست حل کردید یا نه امیدوارم که از این درس لذت برده باشید تا جلسه بعد خدا نگل.